پیشنهاد تلویزیون من و تو اول به من داده شد. یه آقایی بود به اسم جف کلاین. این آقای جف کلاین یه یهودی آمریکایی بود. مثل این رادیو 670 توی واشنگتن دی سی 7 8 10 تا از این رادیوها داشت. جف کلاین اومد لس آنجلس و یکی دو تا قرار گذاشت. خب شاید بیشتر به خاطر اینکه ما یهودی بودیم با من خیلی بیشتر روابطش حسنه شد. میومد به من گفت آقا اگه یه برنامه اگه یه پولی باشه شما بخوای برنامه درست کنی کار بکنی فلان بکنی اینا چه کار میکنی؟ این آدم 6 ماه اومد تو دفتر من، روزی 2 ساعت اومد من حرف زدم این نوت برداشت. جف کوهن پسر عموی جف کلاین رئیس رادیوی بی بی سی بود، موقع تلویزیون بی بی سی هم نیومده، گفتش که آقا ما میخوایم یه همچین کاری بکنیم. تا اینجا که دارم میگم یواشتر اینا تو 6 ماه برای من کم کم روشن شد که چه خبره. چون این من میگفتم آقا یعنی چی؟ یعنی تو مثلا 10 میلیون دلار به من میدی من برنامه درست کنم و اینا؟ 10 میلیون دلار یعنی حاضر بود برای به منظور تلویزیون من و تو به تو unlimited پول بده آقای جف کلاین؟ اسم من گفت سرش دعوا داشتیم، به من گفت من و تو، که من اون موقع بدم اومد از این اسم. من گفتم چه اسم احمقانه ای الان جا افتاده شهرام. من برای اینکه راحت بشم از این قضیه وبسایتی بود به اسم ببین تی وی، ببین تی وی مال کیوان. آره کی دوباره من گفت آقا این وبسایت چه چیزای خوبی داره و اینا، گفتم میخوای اینو ببینی؟ گفت آره. من قرار گذاشتم تو وستوود، این آقای روزبه فرهانی پور دفترش تو وستوود بود و ما رفتیم اونجا قرار گذاشتیم. کیوان عباسی هم اومد، اینا همدیگه رو دیدن. اصلا کیوان عباسی رو تو آشنا کردی با این آدم؟ بله، اینا همدیگه رو دیدن. من دیگه خبردار نشدم تا مثلا 2 سال و نیم بعد. 2 سال و نیم بعد تلویزیون من و تو هم اومد. تلویزیون من و تو 1 میلیون پوند در ماه بودجهش، بجز موقعهایی که مثل عید و نمیدونم برنامه های اسپیشال بخوان درست بکنن، 1 میلیون پوند بودجه است. آگهی هم نمیخوان. ماهی ماهی یک میلیون هزینه جاریشه برای پروژه های خاص، بودجه خاص هم میگیره.